سلام بر شما در این فرا خبر افغانستان در چنین روزی شاهد سقوط جمهوریت و برگشت امارت به کرسی قدرت بود امروز آخرین روز جمهوریت است که با تمام ساز و برگ های نظامی سیاسی و حمایت جهانی در پیش چشمان همه به سرعت فرو ریخت و حالا افغانستان در تحت حاکمیت امارت اسلامی با چالش های بزرگ داخلی و بین المللی به سومین سال حاکمیت قدم گذاشته چرا جمهوریت به سرعت در کام سقوط فرو رفت از سقوط جمهوریت تا دو سالگی امارت افغانستان در دیدار با تاریخ پیچیده در چه مسیری در حال حرکت است و مهمتر تفاوتهای حکومتداری از جمهوریت تا امارت کدام ها هستند اینها و بیشتر در فراخبه مهمان این برنامه آقای اخوهی... دکتر صاحب رمزان بشر دوست عضو پیشین مجلس نمایندگان اینجا در کنار ما حضور دارن سلام بر شما با برنامه خوش آمدین دکتر صاحب علیک سلام خوش باشین افتخار بخشیدیم که دعوت کردیم خوش آمدین افغانستان در چنین روزی شاهد سقوط جمهوریت و برگشت امارت به قدرت بود و شما عملا در دوره جمهوریت هم بودین و در دوره امارت هم حالا به صراحت صحبت‌هایتون بیان میکنین چرا هر بار تاریخ در افغانستان تکرار میشه به نام حق و به یاد همتنان عزیزی ما که با هزاران مشکلات بخصوص اقتصادی متاسفانه دست و پنجه نرم می کند سلام به همه بینندگان شما سر. همتنان عزیز و گرامی در داخل و خارج از کشور به خاطر که فکر میکنم که در افغانستان سیاسون نخبگان بزرگان، روشنفکران، کلانا، چی قومیستن، چین تنظیمیستن، چی مذهبیستن، چی نجادیستن، چی غیره و غیره متاسفانه و متاسفانه قدرت به عنوان یک کیک، به عنوان یک چوکی دولت در مجموع میبینن و فقط یک بوسکشی برای تصاحبش میخوان برای بندازن و از طریق باید بگیرن هیچ گونه عقیده به اراده مردم هیچ گونه عقیده به خدمت به مردم هیچ گونه عقیده به ای که این مردم یک فرد را از بین خود با نیروی خود با شفافیت و عدالت در قدرت برساند که با حمایت مردم بدون خونریزی بتواند کشور را در مسیر درست قرار بدهد تاریخ شورای غرب که ما خواندیم به عنوان محصیل در حقوق علوم سیاسی در فرانسه و بعد به عنوان مطالعه تقریبا کلشان بدون استثنا مسیری که ما فعلا در حرکت هستیم این مسیر را تایی کردن چندین قرن پیش و حتی چیزای چیزایی که ما در اینجا میبینیم آنها قبلا نیاکانشان تجربه کردن اما یک زمانی بود که یک نسلی یک نخبه حرکت کردن از بین مردم با حمایت مردم و با مردم گفت و اینها دقیقا قدرت توسط مردم گرفتن و در اختیار مردم قرار دادن و مردم بر اساس عقایدی که داشتن دولت در خدمت کشورشان مردمشان قرار داد و خاطر است که امروز آباد است آرام است آزاد است و شما فقط تنها دلیل شد. عدم رهبرانی که میتونستنی در واقع به مردم خدمت کنن میدانن یا این که عوامل دیگه هم داشت که جمهوریت با او دست و پنجه نرم میکرد شما از این که در بون اساس یک ساختار گذاشته شد تا اینکه دو دهه حاکمیت داشتن و قدرت میکردن و شما در پارلمان هر روزم صدا بلند میکردین منتقد بودین چی کم داشت؟ همه چی داشت؟ حمایت های سیاسی داشت، نظامی داشت، حمایت های جهانی داشت اما چی شد به دقیقا مشکل اساسی به نظر من این است که ما قدرت همیشه به حمایت نیروهای خارجی میگیریم یا به حمایت تفنگ میگیریم یک وقتی به حمایت تفنگ و زور بگیریم یکی زوردارتر با تر پیدا می شود و قدرت از پیشت می گیرد. اگر به حمایت نیروی خارجی بگیریم اون نیروهای خارجی که است تا زمانی که منافعش است عزیز شما ایمایت میکند وقتی منافعش خلاص شد مثل شاشوجا مثل کارمل مثل کرزای مثل نمیدانم هزارانش که ما در عمل دیدیم در افغانستان اونها یک لگت میزند و این نخبگان سیاسی کشور هیچ وقت متاسفانه درک نکردن و انوزم درک نمیکنن اما کسانی که توسط مردم به ارگشان داخل شدن به قدرت داخل شدن چون مردم اینا را به قدرت رساندن پدر کس نمیتواند که اونها را سرنگون کند از بین ببرد چون نیروی مردمی در کنارشان است با. شما شاید خاطر بیاورید که یک کودتا کودتا بسیار وسیع علیه امه. اردوغان در ترکیه صورت گرفت با امایت مستقیم غرب و بخصوص امریکا با. ای با یک موبایل خود صدا کرد بالای مردم و این رسانه ها کت کرد با میلیون ها ترک آمدن در سرک آمدن زیر تان خود انداختند و تقریبا ده یک خمسا ولی ولی با دوست در یک ساعت خونسا کردن آقای بشرداز شما انتقاد های در گذشته هم داشتین حالا هم دارین انگشت اشاره شما به طرف رهبره ولی روایت های مختلفه پس از اینکه جمهوریت سقوط کرد ما شاهد بودیم هر کدامش به نوبت آمدن گفتن ولی هیچ کس گناهی که در این مملکت شده به گردن نگرفتن و نمیگیرن دقیقا یکی از فاجعه بزرگ در افغانستان این است که هیچ کس من جمله بشر دوست هیچ وقت ما گناهی که مرتکب میشویم اشتباهی که مرتکب می شویم، خیانتی که انجام می دهیم خاک که می وطنم وطن می فروشیم ایمانم می فروشیم، زندگی مردم می دزدی می کنیم چپاول می کنیم، قتل میکنیم تعصب داریم هیچ وقت یک سر سوزن نه تنها نمی بلکه همیشه به گردن دیگران می دازیم فکر میکنیم چرا؟ به خاطری که ما احساس مسئولیت نداریم به خاطری که ما وجدان نداریم وجدان ما مرده است به خاطری که ایمان ما به ظاهر ایمان داریم در در حرف مسلمان هستیم اما در عمل متاسفانه از هزاران از میلیونها شیطانم اف افکار و کردار و رفتار ما بدتر است بخاطر است که وقتی ما مصاحبه های مقامات جمهوریت میشنویم اصلا انسان وحشت زده میشود میگوید چی وقت اینا پن میگیرد چی وقت اینا میفهمد یک کشوری که 88 میلیارد دلار فقط روی اردوش مصرف شده بود و از طرف دیگر من فکر میکنم که مشکل اساسی که ما داریم هم دقیقا افراد متقی افراد متخصیص متحید و تندوست دلسوز در افغانستان نیست و این باعث میشود که کشوری ما رهبرانش به خاطر چوکی بفروشد به خاطر جیب خود بفروشد از قوم حرف میزند اما از قوم قربانی یک چوکی وزارت یا وکالت کند از دین حرف میزند از امت حرف میزند از ملت حرف میزند از آزادی حرف میزند از پرولتاریا حرف میزند از اسلام حرف میزند اما وقتی چوکی پلاو چلاو کاخ قصر لانکروزر پیش چشمش مطرح می شود است که یک موتر بسیار لانکروزر عادی تمام آیده ها و شعار های خود بفروشد و, ای و این بزرگترین بدبختی کشور ماست و این پرسش هم مطرح است که چون بارها نسخه های زیادی برای افغانستان تجویز شده از حالا کمونیسم بگیریم از نظام هایی که شاهی بوده و مشروطه بوده و تا بحث مجاهدین بوده تا برگشت امارت که حالا میبینیم بوده نسخه های متعدد بوده جمهوریت یک نسخه دیگیش بوده ولی چرا شفا بخش نبوده نسخه ها درد ملت ها، درد مردم ها و کشور ها نتانسته دوا بکنه هنوز ما نیومختیم از تاریخ هنوز ما از گذشته خود نیومختیم دقیقا تاریخ افغانستان بزرگترین پانتون بزرگترین دانشگاه علوم سیاسی است به خاطر که ما همه چیز در عمل تجربه کردیم بسیار کسا فکر میکرد که مشکل و فکر میکنن فعلا که مشکل در افغانستان نظام است اگر شاهی مطلق به مشروطه تبدیل شود گل و گلزار می شود دیدیم که نشد اگر شاهی به جمهوریت تبدیل شود گل و گلزار می شود دیدیم که نشد اگر جمهوریت به جمهوری دموکراتیک تبدیل شود گل گلزار می شود دیدیم که نشود اگر جمهوری دموکراتیک به جمهوری اسلامی تبدیل شود گل گلزار می شود دیدیم که نشود اگر جمهوری اسلامی به امارت تبدیل شود گل گلزار می شود دیدیم که نشود یا بسیار کسا نوزم می که مشکلی ما که داریم ریزام ریاستی است اگه این پارلمانی شود مشکل حل می شود دیگهش می... در حالی که ما پارلمانی بودیم برای ریاستی تبدیل شدیم دیگرش می گوید که مشکل ما سیستم متمرکز است اگر فدرالی شود افغانستان گل گلزار می شود باید. من به یک دستم که با این نخبگان مثلا با آقای بشر دوست، و امثال آقای بشر دوست، اگر دست ما بهیش ده بدهم ما بهشت به دوزخ تبدیل می‌کنیم ما می‌بینیم دین... می مثلا امریکا ریاست جمهوریست فدرالیست اما انگلستان پاچاهی است متمرکز اما اردو کشور آباد است آرام است آزاد است مستقل است دنیا را یا نصفش یا قسمتی زیر کنترل دارد مشکل ما نظام نیست مشکل ما سیستم نیست مشکل ما انسان است که انسان های متقی متخصص با وجدان پاک و تندوس دلسوز متاسفانه نبوده و اینها که در اس قدرت باشه مثلا ما میبینیم یک خب خوده که گریسنه است اما در لانکروزر از تیر میشیم ایچ فکر باید. میکنی ایچ احساسی چه نداریم به چون کم کم بیایم به بحث امروز که امروز هم مردم منتظر است و توقعات داره انتظار داره از حاکمیت فعلی و ما پرسش ما است که در اون زمان شما بودین در میدان میدیدین چطور مدیریت میشد کشور حالا که امارت اسلامی آمده تفاوت جمهوریت با امارت شما در چی چیز میبینین چه چی چیز تغییر کرده در بخش سیاسی در رویش حکومت داری هیچ گونه تغییر بنیادی دیده نمی شود به خاطر که ساختار حکومت همان ساختاری حکومتی است که اشغالگری آمریکایی با قول زینا در بون ساخت و این وزارت خانه را بر اساس قوم، مذهب، زبان تنظیم ایجاد کرد 28 وزارت و بر اساس این میارا هم تقسیم کردند. فعلا امارات در همان چوکی ها رفتن نشستن هیچ گونه اصلا فکرش هم نمی کند که فلان وزارت با وزارت من خوب وظیفه مشابه دارد پس چی میکنیم ما یک آقای امید کرزه یک میتر ساخت آن زمان که تغییرات بیاد که من وزش بودم اشرفانی وزش بود امین فرهنگ وزش بود عبدالله بودم امین ارسلان من پیشنهاد من بود که دوازده وزارت خانه بود. باشد کافی است اما متاسفانه ای کار نشد از نظر ساختار سیاسی حکومت هیچ گونه تغییر وجود ندارد حتی معاون حاکمیتی که ساخته آمریکایا خود آمریکایا یک رئیس جمهور دارن یک ماین رئیس جمهور دارن اما در افغانستان دو تا ساخت که پشتون رئیس جمهور باشد ازارک ماین باشد تاجیک معاون دیگر باشد بعد ازبک و تاجیک شد اینها که اومد در چیز نشستان یکی کلان است و دو تا سه تا دیگر به عنوان مثال وجود دارد یا کمیسیون های ساخته شد از نظر استراتژی اقتصادی هیچگونه گونه فرقی با این جمهوریت و امارت نیست به خاطری ای که اینها هم میخوان از افغانستان کشور ترانزیتی بسازن از اف... تاپی و تو تاپ و کاسامیل افتخار میکنن و تو میگوید ما امنیتی گرفته میتونیم و دقیقا اینا میتونن چیزی که جمهوریت افتخار میکرد هیچ گونه استراتژی اقتصادی که در بون من در برلین مطرح کردم در 2004 و یک از دلیل انتقاد من بر جمهوریت این بود که شما افغانستان کشوری مصرف کننده اشخالدانی ایران و پاکستان و چین و کشورهای دیگر میسازین از افغانستان باید کشور تولیدی ساخته شود هم زراعتی و هم صنعتی و اینها هم در این قسمت مثل دموکرات در راه جمهوریت روان از نظر زندگی همونمو کاخ است و لان کروزر است و بادگار دست پلاو است که در جمهوریت بود در آنجا میبینیم تا فاوتی که در اینجا ما میبینیم با اینا وجود دارد این است که اینا یک خوشتپر برنامه شیب جدی شروع کردن که فاز سه فاز است فاز اولش میگن در حالی 85 درصد تکمیل شده که با. بعد تکمیل میکنیم دوم چیزی که ما میبینیم اینها مثلا در سرکسازی بیشتر خود مشغول کردن در حال که سرک چی کنیم وقتی موتر نباشد ما سرک های ما به اندازه نیست که ما سرک دیگر بسازیم و دیگر ما نیاز سرک اینو تمرکز میکنن کارای ساختمانی که پنج شش شغل نان میدهد او را تقریبا اینا بند کردن بنابراین در بعضی نقاط تفاوتی تفاوت وجود دارد در بعضی ندارد در ماشایی که مثلا من او روز خواندم ماشایی که در جمهوریت ماشای لکی بعضی میگرفت بعضی ماشایی بخور نمیر بود در امارت هم متاسفانه ما عین چیز میبینیم ماشایی از رئیس الوزرا یک لگو نواده اشت هزار و افغانی با ماشی مجایدین خود از اینا که افغانی افغانی است یا معلیم که افت است تقریبا سی برابر ماشی یک معلیم است در جمهوریت این غین تقریبا پنج لگو چند می اینش سی لگ می وکلا و دو لگو چیل می گریفت تقریبا دو لگ دو لگو پینجا اما ام 7500 میگرفت اجیرش 5000 میگرفت معلول و معیوبش به عنوان مثال 5000 حداقل میگرفت امیدوار هستم که این اگر مونا... اگر اهمی معادله را که شما گفتین برعکس کنن چه تغییر میکنه فکر میکنن اول خود نشان میدهد که یک وزیر خود را برتر از یک مجاهد خود نمیبیند از یک معلول خود نمیبیند میگوید که در صدر اسلام قحطی آمد در زمان خلافت عمر فاروق مسلمان های که وضعیت مالیش خوب بودن اینها گاو گو گوسفند و اینا زپ میکردن و میکشتن گشت تقسیم میکردن و مسلمان های گرس نبود بعد برای حضرت عمر فاروق یک توت گوشت آوردن بسیار با غذب شد سر نفر خود گفت که نمیبینی که مسلمان ها گرس نست چرا این کار کردی برای من آوردی من گفته بودم که بعد او گفته بود که یا امیر المومنین از یک توت گشت چی می شود که را شما بخورین یا کسی دیگر گفته بود که وقتی ملت امت گریس باشد نباید امیریش خلیفیشی سر باشد به خاطر که از آنها خبر نمی شود عدالت ستون فقرات اتم به نظر من تقوان در اسلام بالاتر از عدالت است که ستون فقرات اسلام است کسی که در کاخ زندگی می کند از کخنشین از کلبنشین چی احساس میکند کسی که شکمش از پلاو چلو، پور است از گوشت پور است او چی احساس میکند که امروز افغانهای ماست که نان قاقی یک هفتگی را میرن ارزان میخرن و ایره با چای حداقل چای بعض وقت چای تلخ میخورن یا مثلا کسایی که در آن که نمیدونم کولر است و نمیدونم و امثال هم است تر میشود و چی فکر میکند که افغانی که در سرگ است و گدایی میکند بنابراین فکر میکنم که رهبران کشور مثل صدر اسلام عمر فاروق ابو بکر ابو تراب اینا کسایی بود که از جنس مردم بودن از مردم بودن با مردم بودن و مردم از اینا دفاع میکرد به خاطری که مردم میگفت نه از ما هست چرا از جمهوریت ندو بهترين كماندو دنيا رو داشت حمایت نکرد خاطر که میگو چرا ما از کسانی ایمایت کنیم که یک هزار افغانی ماهانه با ما نخواست اضافه کنه در وقت سکودیش امروز هم مجایدین اینها سوال میکنن وقتی در کوچه سرک با ما صحبت میکنن با من میگوند بشر دو خانه که میرویم خانم میگوید که نمیدونم روغن نیست یا بچه را سرش خنده کردن که کفش ازی یا کرمیجش پاره بوده و امثال هم, هم اینا به تدریج فاصله میگیرن وقتی عدالت باشد مجاهدین با سر, با, با, با سر, خود فداکاری میکنن بنابراین من فکر میکنم افغانستان زمان ساخته میشود که رهبرانش با مردم باشد مردمش با رهبرانش باشد در کنار این موضوع که بیشتر موضوع این که گناهی که در این مملکت شده هیچ کس بگردن نمیگیره در کنارش من خودم به یادم است که آقای غنی بگردن آقای کرزی منداخت میگفت از او ما میراث گرفتیم این وضعیت است که شهروندان افغانستان زیر خط فقر دو دلاری قرار دارن حالا بعد از اینکه آقای غنی رفت اینا گفتن که میراث میراث طولانی بوده و ما رسیده این وضعیت مربوط ما نمیشه که بود. ما تازه آمدیم حالا همین دو سال همین سیاست پیش آمدن در بود داخلی، در بود منطقه‌ای، در بود جهانی که با دنیا از تامل و اینا شما میفهمین، رسط میکنین بعد از این با همین سیاست امارت پیش بره چه آینده ای در انتظار مردم است؟ هیچ کس از آقای کرزای توقع این را نداشت که در یک سال یا ده پنج سال یا ده دو سال دوری جمهوریتش دوری حکومتش از افغانستان پاریس بسازد و هیچ کس از اس هم توقعی نداشت که در دوری چهار سالش یا پنج سالش از افغانستان نیویورک بسازد و هیچ کس از امارات هم ای تقاضا را ندارد که در دو سال یا چهار سال از افغانستان نیویورک و پاریس از نظر مادی از نظر مالی بسازند اما مگه سوالی که نیکوست از بهارش به پیداست مثلا مز... همانطور که در کنفرانس برلین وقتی من صحبت کردم گفتم در افغان شما اشتباه میکنید جامعه بین المللی و کام در راه غلط هستین دهی راه اگر 20 سال بروید اگر 30 سال بروید اگر به جای 4 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار سالانه اختصاص داده شود با هم نتیجه نمیدهد چون راه اشتباه است فکر میکنم که راه اشتباه است امارات هم در نقاط اساسی برای غلط میرود امارات امروز تمرکز نمیکند بالای سبندهای سب بزرگی ذخیره آب که افغانستان فار... زمین زیر کشت بگیرد اگر از کابل تا قندار دشت ها زیر کشت گرفته شود اگر دشت لیلی زیر کشت گرفته شود ما میتونیم که گشت مجانی به مردم بدیم ما میتونیم که مج... مجانی میوه داشته باشیم ما کاسه گدایی را لازم نیست که به دیگرها دراز کنیم ما برق میتونیم داشته باشیم وقتی برق داشته باشیم صنعت ما میتونیم فعال کنیم با با نمیدونم با برق از برق از طریق معدن خب ما فرم آب دادن نمیتونی به عنوان مثال بندهای بزرگ زخراب در پلان اینا نیست اینا نمایشگاه بین المللی خب میسازن مرکز می تجارتی م... میسازن کشورهای منطقه میرن کشورهای همسایه میرن و در در داخل هر روز شما میبینید نشست های متعدد گرفته میشه و همینطور خرمن خرمن وعده داده میشه اینا مگه برنامه نیست اینا تمرکز میکنن بالای مرک... با, ای... با ایران با آسیای مرکزی مثل که پول دوستی افغانستان با شوروی ساخت فقط پول دوستی بود که تانک های روسیه داخل شد این ای, ای قطار میاد در افغانستان اینا آشغال های پاکستان و ایران و کشورهای آسیای مرکزی را در بازار افغانستان می رفت آب میکند امروز رابطه تجارتی افغانستان و ایران 1.6 6 میلیارد دلار است این خوب امارت گوش کنه 1.6 6 میلیارد دلار از 1.6 6 میلیارد دلار 29 میلیون دلارش در جیب افغانستان میاد و بقیشی در جیب ایران میرود یعنی از افغانی بستو شش بستو نه افغانی ما میرسد و بقیش نمیدونم چند افغانی میشود و در جیب ایران اینا این خطه که میسازد بالاتر افغانستان آشغال دنیا میسازد یا نمیدونم کاسامیلو یا گاز و همسال هم اینا باید از افغانستان یک کشور بیسازد که خود صادر باشد نه اینکه وارد واردکننده باشد آشغال دنیا کشورای همسایه باشد پالیسی که اینو دارد از افغانستان کشور تولید کننده صنعتی و زراعتی نمی سازد با این فکر میکنم که یک اشتباه بسیار بزرگ است ساختار سیاسی اینا نساختن ساختار سیاسی که مطابق نیاز افغانستان باشد و چوکی های وزارت هم حتی به طالبای خود طالبایی که حقوقدان هستند اقتصاددان هستند انجینیر هستن، دکتر بخوندن بخش های مختلف در 20 سال تحصیل کردن حتی با اونها نمیسپارن بنابراین فکر میکنم که اگر دایش و خب میگن کارهای, باشن، داخلی انجام، خب کارهای داخلی, کارهای داخلی کارهای داخلی را میگن که انجام شده و در رابطه به دنیام که دیروز آقای کبیر مولای کبیر صحبت داشت گفت که روابطم با دنیا در حال بهتر شدن است و دنیا ملاقمه آقای نسخقانی آمد گفت که دنیا میخواه روابط نزدیک با امارت داشته باشه پس اونا چیزی که میگن و چیزی که شما میگین فرق داره کاملا در این رابطه من کاملا موافق هستم که دنیا با اینا رابطه خوب دارد غرب میلیون ها دلار سرازیر می کند شرق به اینها از نظر دیپلماسی می کند دقیقا به خاطر کنا افغانستان می خواهد که اشغال دانیشون باشد افغانستان می خواهد که وابسته به با انها باشد افغانستان می خواهد که مستقل نباشد از نظر اقتصادی حتی از نظر سیاسی یک عیت ایرانی میاد در دیراوت اوروزگان آب میبیند که امارات دروغ میگوید یا راست میگوید مهم. اصلا وحشتناک است که چطور اینا قبول میکنند یا مثلا پاکستان ها به امارات میگوید شما ماجرین وزیرستانی را نباید در نز... سرحد خود نزدیک ما جای بدین ببرین را در نقاط دیگر علی پاکستانی کسی که در خاک ما تصمیم بگیرد که ما یک ماجر در کجا جای بدهیم یا مثلا ایران اینا همینقدر به ایران گفته نمیتوند که مطابق ماهیده اگر شما موافق نیستین با نظرسنجی که مرکز دراود میدهد یک حکمیت ساخته میشود از طریق سازمان ملل یک, یک داور تعیین میشود چگونه اینا به هیئت ایرانی اجازه میده که خاک وارد خاک افغانستان شود و ببیند که طالبان دروغ میگوید یا نمیگوید به این معناست که شما دروغ میگوید ما بالای حرف شما اعتماد نداریم اینا در امنیت به ای اینا در امنیت کامیاب هستند در اقتصاد ناکام هستند در برکت ناکام هستند به اندازه که در مواد مخدر کامیاب هستند در مبارزه با مواد مخدر کامیاب هستند در تحصیلات بخصوص تحصیلات دختر و بچه اینا ناکام هستند چون ما امروز مکتب نداریم حتی برای بچه ها مکتب نیست به معنای واقعی به اندازه که مثلا در جمع کردن خب کامیاب هستند در جمع کردن گداها ناکام هستند دی دیدین که از برگشت صدها استاد استقبال کردن دقیقا این صدها استاد چرا آمد؟ یکی افتخار میکنیم به ای سه و چیل، و پینجا. به. افغانی که برای تحصیل رفت و آمد و وزیر تحصیلات حالی میگوید که پینجا تای زن است بنابراین این وزیر تحصیلات حالی باید به با اون ها بزرگترین مدال باید بیدهد تا ماش خود باید به اونها اونا اقتصاص بیدهد خاطر که ماشی کادر پانتون دو برابر شد یعنی اینمی امارت از, از, از از سی و هزار از سی, و سی, و سی هزار به شست هزار از پوهندو پهند، چی بالا کردن من اینجا چیزش دارم یعنی ماشی کادری پوهندو دو برابر بالا کرد اگه این ماش بالا نمی شود من فکر نکنم کنا خاطری که انسان نیاز دارد که زندگی کند نیاز دارد که بچه و اولادش پیش دکتر برود درس بخواند خودش کتاب بیتاند بخرد چرا وزیر لکی ماش داشته باشد و گستاد یک معلم ماش بخورنمیر داشته باشد اگر عین خدمت که اینا به کادر پوانتون کرد به سایر افغان کنن دیگر افغان ها دقیقا به کشورشون برمیگردن آقای بشر دوست اگر جنبندی شما را بشنویم این دو, این دو سال و سی سال یه فرصت داریم و آیا مردم که شما در میان مردم هستین راضی هن ناراض مردم برشان امید داده نشد مردم برشان انگیزه داده نشد مردم مطمئن نیست که ایمانت در راه درست روان است در بعضی چیزها برای درست روان است مردم خوشحال هستند امنیت تامین امنی است به جز امروز که در خوست گفتن یک سه افغانی ما کشته شده در جماوری متادین کامیاب هستند در مبارزه با مواد مخدر کامیاب هستند اما در مسائل تحصیل در مسائل اقتصاد برکت در خانه ها دستخوان بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب بشردوس از در برنامه به همین می‌رسیم به پایان فراخبر از شما سپاس هزارم. تا سلام دیگر خدا نگهدار